سلام دوستان، ما امروز اومدیم میدون حسن آباد تهران که کمی بیشتر در مورد تاریخچه این میدون و معماریش با هم بدونیم. قبلا چهارراه بوده، تقاطع خیابون حافظ و امام خمینی واقع شده، ولی در سال 1313 به دستور شهردار وقت این میدون تأسیس شده. حالا این میدون اصلا سبکش چیه؟ این میدون بر اساس سبک نئوکلاسیک ساخته شده، ولی توی نئوکلاسیک معمولا میان از مصالح سنگی استفاده میکنن، از قطعات سنگ استفاده میکنن، اما توی این میدون از اونجایی که توی ایران ساخته شده اومدن از آجر استفاده کردن، ولی تقسیم بندی که برای یک بنای سنگی استفاده میشه رو اومدن با آجر پیاده کردن. معمولا در زمان قاجار از این سبک در ساختن خانه های اشرافی و کاخ ها استفاده میکردن، اما توی دوره بعدی که دوره پهلوی بود اومدن این سبک رو در بدنه شهر و بناهای حکومتی هم پیاده کردن. این میدون دارای 8 تا گنبده که در 4 طرفش واقع شده و جالبش اینه که این گنبدها مدلشون با گنبدهایی که ما توی معماری خودمون داشتیم متفاوته و برگرفته در واقع از سبک رنسانس و باروکه. ستونای به کار رفته در این میدون به سبک دوریک و کورنتی هستن که از سبکهای یونان باستان و یونان کلاسیک هستن. کاربری این میدون در حال حاضر تجاری و خدماتی، همونطور که میبینید در این قسمت کامبا فروش ها استقرار پیدا کردن. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشین و از اون لذت برده باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.